هیداکی ایتسونو دوباره برگشته تا دیویل میکرای رو به روزهای اوجش برگرده. همراه بررسی زومچی باشید. اولین چیزی که بعد از ورود به دیویل میکرای 5 توجه همو به خودش جلب کرد وجود گزینه‌ای برای روایت تاریخچه داستان این سری بود. با این روایت دیویل میکرای 5 سعی میکنه گیمرهایی که نسخه قبلی رو بازی نکردن و در جریان اتفاقات قبلی بذاره تا تجربه بازی براشون جذابتر بشه. وابستگی زیاد داستان بازی به اتفاقات گذشته باعث میشه تا جواب خیلی از سوالات نسخه قبلی داده بشه و حس کنین داستان این بازی سالها قبل و حین ساخت نسخه اول نوشته شده. موردی که هیجان زیادی به داستان بازی تزریق کرده روایت غیر خطی و البته فوق‌العاده اونه. فلشبک های متعدد و روایت جدای داستان هر کاراکتر باعث شده تا تجربه کاملا متفاوتی نسبت به نسخه‌های قبلی بازی داشته باشید. ایتسونو با این ترفند پیچ و خم‌های داستانی رو تا جایی ممکن افزایش داده تا وقتی تو انتهای بازی با جواب نکات مبهم موجود مواجه بشین از شدت هیجان از جا تو بلند شین و فریاد بزنین. I'm not done talking yet. Okay, you get some rest. طراحی عالی محیط‌های تیره و بیجون بازی هم کمک زیادی به القای حس حال ناامیدی و ترس به گیمرها میکنه تا بیشتر تو داستان بازی غرق بشن. البته موتور گرافیکی جدید هم نقش زیادی تو بهبود حس حال موجود تو بازی داشته و در کنار جزئیات بالا اجرای بازی تو نرخ 60 فریم بر ثانیه رو به ارمغان آورده. دیویل میکرای 5 برای افزایش جذابیت حالا کنترل 3 کاراکتر رو به گیمرها واگذار میکنه. همونطور که انتظار میرفت نیرو اولین شخصیتی که باهاش به ماجراجویی تو شهر رد گریف میپردازیم. جوونی که حالا موهاش رو کوتاه کرده، شوخ طبعیش زیاد شده و خب کمی هم پخته تر رفتار میکنه. Where's Dante? No body? Dried up Dante jerky? Nothing? دانته افسانه‌ای هم به عنوان شخصیت و البته اسانس اصلی این سری تو بازی حضور داره. یکی از نکات مثبت دیویل میکرای 5 نقش زیاد دانته در داستان و کنترل اون تو بخش گسترده‌ای از بازی تا عاشقای این کاراکتر بتونن ازش لذت ببرن. Looks like your master's got you on a pretty short leash. Come on little puppy. I'll take you out for a walk. Come on. Let's go. اما وی شخصیت جدید بازیه که سبک مبارزات کاملا متفاوتی نسبت به نیرو و دانته داره و با احضار 3 شیطان دشمنهای بازی رو تکه تکه میکنه. البته شخصا سبک مبارزه وی رو یکی از نقاط ضعف دیویل میکرای 5 میدونم، جایی که میتونین با فاصله گرفتن از دشمنهاتون و بدون ریسک آسیب دیدن اونها رو خیلی راحت نابود کنید. But for now, we have a more pressing engagement. در کنار افزایش کاراکترهای قابل بازی، دیویل میکرای 5 تو تنوع دشمنها و باسها هم قدم بزرگی رو به جلو داشته. اهریمنهایی که برای شکست هر کدوم باید استراتژی متفاوتی تو مبارزات به کار گرفت. گیم پلی و مبارزهای سریع دیویل میکرای 5 به عنوان مهمترین مؤلفه اون همون چیزیه که طرفدارای این سری ازش انتظار دارن. تحکیم مبارزهای سریع، اسلحه‌های متنوع و کمبوهای فوق‌العاده جذاب باعث میشه که تکه تکه کردن شیاطین به یکی از جذاب‌ترین تجربه‌هاتون تو بازی‌های هکن اسلش تبدیل بشه. اسلحه‌های آشنای رد کوین و بلو روز نیرو، ریبلیون و ایبونی و آیوری دانته هم باعث شده تا گیمرهای قدیمی این سری بلافاصله بعد از به دست گرفتن کاراکتر بتونن کمبوهای همیشگی رو اجرا کنن و ازش لذت ببرن. اما نوستالژی همه اون چیزی نیست که دیویل میکرای 5 به گیمرها میده. هر شخصیت اسلحه‌های کاملا جدیدی رو در جریان بازی به دست میاره که مسلط شدن به اونها و اجرای کمبوها به چندین ساعت تمرین نیاز داره و پنجمین نسخه دیویل میکرای ارزش تکرار خیلی بالایی داشته باشه. مثلا میشه به دیویل بریکرها که حالا به جای بازی اهریمنی نیروی فای نقش میکنن اشاره کرد که تنوع خیلی خوبی دارن و استفاده از اونها برای نابودی اهریمنا یکی از تفریحات اصلیتون خواهد. yeah.
اما حضور موسیقی متن فوق‌العاده حین اجرای کمبوها یکی از اصلی ترین المان‌های بازیه که لذت نابودی اهریمن‌ها رو چند برابر می‌کنه. جایی که ظاهراً تنها چیزی که موقعی ساخت موسیقی تو ذهن کارگردان و موزیسین اون بوده تزریق آدرنالین به گیمراست. اما شاید جذاب‌ترین مورد موجود تو این بخش امکان تغییر موسیقی متن هر کاراکتر به نمونه‌های سری قبلی دیویل میکرایه. آهنگای بیادموندنی مبارزه با نلو آنجلو تو دیویل میکرای 1 یا موسیقی اصلی دیویل میکرای 3 بعضی از این گزینه‌های موجوده. دیویل میکرای 5 بازی فوق‌العاده‌ایه. اما این موضوع به معنی بی‌نقص بودن اون نیست. بزرگترین مشکل بازی امکان ریوایف شدن با استفاده از رد اورب هاست. این موضوع باعث شده تا نگرانی زیادی بابت مردن نداشته باشین و با جسارت بیشتری به مبارزه با دشمنا بپردازین. دیویل میکرای 5 آسون‌ترین بازی تو کل نسخه‌های مجموعه است. ایتسونو طوری تیکای پازل رو تو دیویل میکرای 5 به هم چسبونده که حین بازی مدام با خودتون میگین این همون چیزی بود که منتظرش بودم. مبارزات فوق‌العاده، تنوع عالی دشمن‌ها، باس فایت‌های متعدد، موسیقی جذاب و صد البته داستانی بی‌نظیر که باعث میشه پای بازی میخکوب بشین و از تک تک لحظه‌هاش لذت ببرید. اگر عاشق سری دیویل میکرای یا ژانر هکن اسلشین، دیویل میکرای 5 لحظه‌های فراموش نشدنی رو براتون رقم میزنه. بعد به کپکام تبریک گفت چون موفق شده یکی از بهترین IP دنیای گیم رو نه تنها احیا کنه بلکه اونو به بهترین فرم خودش برسونه. All this time and you still don't get it.